پل چالان چولان. جاده قیرگون در میان سرسبزی دشت ردی از سیاهی بر جای می گذرد و در میان کوها به سوی دور دست ها به پیش می رود، جاده ای که روزگاری پیوند بروجرد به خوزستان اصفهان. در کنار این جاده پیش در پیش و بر روی این دشت سرشار از زیبایی ها رودی جاری است که پا به پای جاده راه خود را از میان دره ها و دشت ها باز می کند و در مسیرش نوید بخش سرسبزی و زیبایی می شود. جوار این جاده پر آمده شد، روستایی کوچک مدت‌های مدیدی است که شاهد این رفت آمد هاست. این روستای کوچک گاراژ نام دارد. در میان روستای گاراژ رودی در جریان است که سرچشمه کشاورزی و سرمنشأ زندگی در این روستا است. این رود تیره نام دارد. مردمان روستای گاراژ برای رفتن به آن سوی رود از گذرگاهی می‌گذرند که یادگار نیاکان آنهاست. روی این گذرگاه جانپناه آجری در طرفین مسیر ایجاد شده که در بالا به شکل مثلثی به ارتفاع 1 متر جهت امنیت و ممانعت از سقوط آبرین با آجر ساخته شده است. این راه سنگی و آجری که بر رود تیره نقش بسته یادگاری است از دوران صفویه که بر شالوده پلی از دوران ساسانیان بنا نهاده شده است که پل چالان چولان نام گرفته است. چالان چولان نام دیگر این پل است که با طول 120 متر و پهنای 6 متر بر بلندای رود تیره استوار گردیده است. Thank you.
پل چالانچولان دارای 6 تاق چشمه آجری با قوس‌های جناحی است که بر روی رودخانه 6 دروازه را گشوده اند که در طول این سالها ارزش تغییر نکرده و هنوز هم آب از زیر تمامی تاق چشمه هایش عبور میکنه. بدنه پل چالانچولان از آجر ساخته شده است. پایه هایش تا ارتفاع 1 متری از سنگ هستند و موج شکن های مثلثی شکلی پل را در میان گرفته اند تا عبور آب را تسهیل کنند. پل تاریخی چالانچولان در زلزله فروردین ماه سال 1385 خسارت دید و بر اثر این زلزله بیش از نیمی از آن آسیب دید. اما در حال حاضر این بخش ها مرمت شده اند و با ساخت پل جدیدی در کنارش بار آمد و شد ها بر دوش پل جوان تر افتاده است. پل چالانچولان در استان لرستان، دشت سیلاخور در مسیر جاده قدیمی برجه به خوزستان در ابتدای روستای گاراژ سالهاست که چشم به راه رهگذران این جاده است.